حكم مي شخصي كي در ماه رمضان به عذر افطار میکند. سوال: حكم شخصي به بلاغت رسیده كي قادر به روزه داشتن است اگر به یگان عذر روزه ندارد چیست؟ جواب: روزه ماه رمضان رکن از ارکان اسلام است، بنابراین به شخص بالغ و عاقل و مکلف جایز نیست که به عذر روزه خود را بخورد مگر در سفر و در حالت بیماری. اگر به از یک روز روزه نداشت، به تحقیق به گناه از گناهان کبیره دست زده است و نفس خود را به غضب و عذاب پروردگار دوچار کرده است. پس بر او لازم است که توبه صادقانه بکند و قضای آن روز را بدارد. این قول اهل علم است که بعضی آنها اجماع بر آن هستند و شخصی که آشکارا در روز رمضان چیزی میخورند و مینوشند، پیامبر صلی الله علیه و سلم را نصرت نداده است و با این گناه بزرگشان خود را به عذاب و مشقت گرفتار میکنند که با این عملشان به آن راضی هستند. ابن حجر حیتمی رحمه الله گفت: از 141 گناه کبیره 40 آن ترک روزداری در ماه رمضان است. افطار کردن روزهای آن یا جماع کردن از عذرها نیست به غیر از بیماری و سفر. از ابی امامه رضی الله عنه روایت است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفتند: در حالی که من خواب بودم، دو نفر به نزدم آمدند و از دستانم گرفته مرا به کوهی ناهموار بردند و گفتند: بالا برو. گفتم: طاقتی از جای خستن و بالا برآمدن را ندارم. پس آن دو نفر گفتند: برایت آسان خواهم کرد. پس بالا رفتم، حتی به سیاهی کوه رسیدم که از آنجا آوازی بلند می برآمد. گفتم: این آواز چیست؟ گفتند: این ناله اهل دوزخ است. پس من از آنجا رفتم و آن وقت قومی را دیدم که با پایهایشان آویزانند، استخوان‌های پهلویشان دریده و از گردن‌هایشان خون می‌چکد. گفتم: اینها کیستند؟ گفته شد که آنان شخصانی هستند که پیش از درآمدن وقت در ماه رمضان افطار می‌کنند. حدیث با روایت ابن خزیمه و ابن حبان، حدیثی صحیح. این همان عذاب و مشقت الهی برای آنهایی است که روزه می‌گرفتند و پیش از غروب آفتاب افطار میکردند. پس حال آنهایی که روزه نمیگیرند چی میشده باشد؟ از الله سبحانه و تعالی پرسان آن هستیم که به ما در دنیا و آخرت تنصیحتی و عافیت عطا فرماید.